بله، چه عشقی داشت این ویدیو کلیپ. چهار تا هنرمند که دور هم جمع میشن و چند صدایی میخونن، بله، چهار پنج برابر هم انرژی میده به درسته. به تمام شنوندگان عزیز. خب ما دوست داریم که یه ذره بیشتر دیتیل بپرسیم ازت. اهل ورزش هستی؟ اهل ورزش هستم، ولی واقعیت بخواییم یک سال و نیم دو سال اخیر ورزش نکردم. نکردی؟ چی دوست داری تو ورزش؟ ورزش مورد علاقه من لحاظی که دوست داری خودم دوست داشته باشم یا خودم انجام بدم کدومش؟ نه تعقیب کنی جدا از انجام بدی جداست. خب تعقیب کنم بیشتر فوتبال هستش. بسکتبال هستش. بعد فوتبال امریکایی هستش که دوست دارم. اینکه اینا توپ رو میگیرن میدونن سرش نمیزنن به هم. بعد خدمتتون عرض، تنیسه. تنیسه دوست دارم. ولی تنیس روی میز پینگ پونگ رو دوست داری یا تنیس بالا؟ نه تنیس بالا. ولی کدومش رو انجام میدی؟ هیچ کدومش. حرف راست میزنی شهریار؟ راست حرف میزنی، هیچ کدوم انجام نمیدی. شهریار جان تنیس روی میز بلدی؟ پینگ پونگ. بله پینگ پونگ. من یه بار با هم بازی کنیم. من کلا دست چپم. واقعا با دست چپ می نویسم. با دست چپم بازی میکنم. حسنش اینه که کسی که دست راسته میاد جلوی من وای میسه، من سرویس میزنم گیج میشه. چرا؟ حالا من زیادم حرفه‌ای نیستم، کارم خوبه، یعنی بازی خوبی میکنم، ولی تمام این دستراسی‌ها در عذابن با دست چپی ها. نمیفهم این دست، چون مغز طرف سیف شده. شما بیا یه نفر سمت چپ من بشینه میخواد غذا بخوره، با دست راستش با چپ من گیر میکنه. در کل توی تنیس من خیلی دوست دارم بازی کنم و یکی از دوستان خوبمون که در تلویزیون همکار ما هستن و الان اینجا حضور دارن به من میگن آقا بیا تو این پارکینگ یه تنیس بذاریم بازی کنیم. الان 6 ماه تصمیم گرفتیم فقط. گرفتاریمون زیاده. در کل هیچ ورزشی نمی‌کنی؟ ورزش از جیم میرفتم، پیاده روی هم دو اینا بودش، ولی اواخر نه، ولی از قول دادم به خودم، یعنی واقعا قول 100% دادم که از این سفر که برگردم باز شروع کنم. باز بکوب بشه اسمم ورزش دیم. در طول زندگیت، یعنی در طول 24 ساعت که داری زندگی میکنی، خوابت کمی یا زیاده؟ خوابم اصولا کم هستش. یه زمانی که من خب مثلا 4-5 سال گذشته شاید در روز شاید کل خوابم در طی 24 ساعت 4 ساعت 5 ساعت بود یه زمان. الان خب باز 6-7 ساعت رو باز میخوابم. لازمه یک هنرمند خواب کافیه. کاملا درست، چون تمرکز و صدا و اینا. امروزه یک هنرمند به شیک پوشی باید خیلی فکر کنه. کاملا درست. درسته. و اگر هنرمند نه فقط جلوی دوربین، یه نفر که وقتی تابلو میشه میره جلوی دوربین هنرمند میشه، بعد در زندگی روزمرهش هم تأثیر میذاره. کاملا درست. چرا؟ چون یه جورایی ما دیگه فیسمون و لباسمون و حرکاتمون رو یه جوری در اختیار مردم گذاشتیم. مردم دوست دارن به عنوان یک هنرمند ما رو شیک ببینن. آیا این باعث درد سرت شده یا نشد؟ نه. چرا؟ از چه لحاظ درد سر؟ از چه لحاظ میگم؟ ببینید ما هممون توی، من یه مردم، من خودم تو انتخاب لباس خیلی مشکل دارم. واقعا؟ سخته برام. خیلی حساس. نه حساس نیستم، وقت ندارم، حوصله‌شو ندارم. معمولا خانمم کمکم میکنه یا بعضی از دوستان کمکم میکنن. بعدم برای خرید وقتی میرم توی سنتری یا توی شاپی میخوام خرید کنم، سعی میکنم اولی رو بخرم برم. حال اینکه زیر رو کنم ندارم. شما همینطوری هستی یا نه؟ با حوصله خرید میکنم. من با حوصله، من خیلی دوست دارم. من خرید و کلا دوست دارم. دوست دارم برم یه سری مثلا مغازه‌ای که مورد علاقه من باشه مثلا نگاه کنم ببینم چی دارن. ولی بعضی موقع هم شده خب حوصله‌ام سر میره، خسته میشم، کلافه میشم. آره، چون دیزاین کردن و آدم به خودش برسه. ما دوست داریم که یک سوال ازت بکنیم که عشق یعنی چه؟ عشق؟ چند تا عشق گفتی تو آهنگات؟ عشق آخه میگم عشق میتونه به پدر باشه، مادر باشه، عشق زندگی میتونه. همه رو عشق گفتی. ولی عشق من فهم میکنم اول از همه انگیزه است. بله. به ادامه زندگی انگیزه میده بهتر زندگی کنی، بهتر ادامه است، امید داشته باشیم و زندگی روشن‌تر ببینیم. و یه جا میرسی که دیگه یه سه مسائل هست تو راه، همون مسیر عشق گذشته که گذشت میکنه به خاطر عشق. دقیقا. خیلی مسائل. ولی اصولا برای من عشق خیلی زیباست. عشق به من انگیزه میده برای بهتر شدن تو مسیر کاریم، برای
هدفای بهتر. دقیقاً. ولی عشق نباید چرب باشه، برای قلب آدم درد میگیره. بعضی از عشقها یه جورایی اینقدر چربه آدم قلب درد میگیره. عشق باید یه ذره خشک و بی‌نمک هم باشه بعضی وقتا. بعضی موقع به حال تعریف عشق رو از شهیاد عزیز شنیدیم. شهیاد خیلی روح لطیفی داره، به من آرامش دادی. امیدوارم که هرگز غصه نخوری تو زندگیت. ممنونم. شاد باشی، همینطور که فرش و هنوز جوان هستی، برای هموطنان عزیز ما کارهای جدیدتو بسازی و دوست دارم که یه روزی ببینم بابا شدی و انشالله یه پسر درست کنی هم اندازه من. آخرین کلام. آخرین کلام والا تشکر دارم اول از همه از شما. مرسی، متشکرم که اینقدر زحمت کشیدید. مرسی، مرسی. انشالله که همیشه چراغ اینجا روشن باشه. مرسی. ما در کنار شما عزیزان باشیم و بتونیم از طریق شما به خونه‌های هموطنانمون بریم و دیداری داشته باشیم. تشکری دارم از تمام هموطنان عزیزم در سراسر دنیا که تا به امروز منو حمایت کردن، کارهای منو حمایت کردن. حرف خاصی ندارم، فقط آرزوی سلامتی برای همه ایرانی‌ها دارم در هر جای دنیا که هستن. سلامتی مهمترین چیزه در زندگی. در کنارشون هم هر چی آرزوی قلبی هم هست انشالله که بهشون برسم. انشالله. یه قولم بده. قول؟ یه قول بده. آره، قول میدم تا جایی که در توانم باشه فرد مفیدی برای ایران ایرانی باشم، سعی کنم که الگوی خوبی باشم تا جایی که میشه. اینو این هدف من همیشه بوده، حالا به عنوان یه عضو کوچکی از این جامعه ایرانی. امیدوارم که بتونم باعث افتخار دوستام، هموطنانم و خانوادم باشم همیشه. بسیار عالی. شهیاد عزیز یه قول دیگه هم باید میدادی که ندادی. شهیاد میاد باز تلویزیون. بله، شهیاد عزیز قول میده بیاد بازم کاراشو بیاره. مردم صداتو دوست دارن، کاراتو دوست دارن. توی صحنه کاراتو برای ما بیار، دوست دارن ببینن. و در یک روز هم انشاءالله ما تایمی رو میذاریم با شهیاد میریم بیرون. انشاءالله با شهیاد میریم بیرون، فیلم میگیریم واسهتون. حتما. و ما با شهیاد حال میکنیم، شما ببینید. مرسی، شب شما بخیر. تا برنامه بعدی متشکرم از حضورتون. قربان شما.